الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بحث ما درباره خطبه فدکیه حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و به اینجا رسیدیم که حضرت صدیقه کبرا ناامید شدن از اون اولی، از اون دومی که در مجلس بودن، از مسلمون ها که حقشون را پس بگیرن و حکم خدا جاری بشه، ناامید شدن، لذا پناه آوردن به قبر پدرشون رسول خدا و رسا خوندن. رسا عرض شد اون ابیات شعری هست که نسبت به در شخصی که در گذشته خوبیاشو میگه، مشکلاتی که رخ میده بعد از اون، مصیبتی که از در گذشتش وارد شده، اینا را میگه. و رثای اهل بیت قمه تمامی شعرهای رثا هست و واقعا اینجوره، کسی که عربی میتونه متوجه میشه میفهمه که حضرت صدیقه چه درد دلی داشتن و چه زیبا رثا گفتن و چقدر شیواست و چقدر جنکاه و دلسوزه. اینطور داره در تاریخ که ایشون گفتن قد کان بعدک انباء و هنبتتون لو کنت شاهدها لم تکثر الخطبی. یعنی یا رسول الله، بعد از تو خبرها شد، مشکلات شد، مصیبتها شد، فتنه ها شد که اگر شما شاهدش بودید لم تکثر الخطبی. اینجا اینطور ترجمه کرده بعد از تو یا رسول الله، بعد از شما خبرها و پیشامدهایی پیش آمد که اگر شما بودید اونچنان بزرگ و سخت بر دلها نمی بود. یعنی پیغمبر خدا چون وحی مرتبط به وحی بودن، وحی نازل می شد و مشکل حل می شد. اما الان دیگه شما نیستی یا رسول الله که با آمدن وحی دهنهای افراد بیهوده گورا و کارهای خلاف اونها را جلوگیری کنه. بعد حضرت اینطور میگن انا فقدنا که فقد الارض وابلها واختل قوم که فشهدهم ولا تغیبی. عرض میکنه یا رسول الله، پدر مهربانم، ما شما را از دست دادید و دست از دست دادن شما همانند زمینی که از باران تهی بشه و باران را از دست بده، یعنی باران نباره برش، چطور زمین که خشک بشه و شکاف برمی داره و دیگه گیاهی روش نمی رویه. این چقدر تصویر زیبایی هست که اسلام الان اینجور شده، مثل یه صحرای خشکی که اینها دارن به بیراهه میکشن و دیگه اون باران وحی نمیاد این سرزمین رو پر از گل و گیاه کنه. و اختل قوم که فشهدهم ولا تغیبی، و قوم تو یا رسول الله اینا منحرف شدن و همونطور که قرآن فرموده انقلبتم على اعقابكم. این آیه کریمه حتما بینندگان عزیز برسونید به همه. این آیه 144 سوره آل عمران که قرآن درباره صحابه فرموده، خطاب به اصحاب پیغمبره نه به کسای دیگه. خب این صحابه رو خدا میفرماید انقلبتم على اعقابكم، در مقابلش اهل بیت رو میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم تطهیرا. سوره هل اتا درباره اهل بیت میاد، آیات فراوانی در مدح اهل بیت میاد، اما درباره صحابه این آیه 144 سوره آل عمران خیلی روشنه که انقلبتم على اعقابکم، برمیگردید به جاهلیتتون و به اونچه که در دل عادت کرده بودین و در ذهنتون به اون
خو کرد بودید به همونا برمیگردید. لذا حضرت صدیقه کبرا اینطور عرض میکنن که پدرم ما شما را از دست دادیم، همچنان که زمین باران را از دست بده که دیگه نه گلی داره و نه گیاهی و قوم شما هم منحرف شدن. فشهد و مولاتن، شما شاهد هستید پیغمبر اسلام یعنی معصومین، 14 معصوم اهل بیت، اینا مردشون مثل مرده های ما نیست، مردشون مثل حیاتشونه. زهر حضرت کبرا میگن یا رسول الله شاهد باش، شما شاهد باش که اینا حق منو اینجوری ضایع کردن و یاری نکردن. و کل اهل الله و قربا و منزلتون عند الاله على الادنین مقتربی. حضرت صدیقه کبرا در این بیت شعر اینطور عرض میکنه به پدرشون که هر خاندانی که نزد خدا منزلت و مقامی داشت، نزد بیگانگان نیز محترم بود غیر از ما. و کل اهل الله قربا و منزلتان عند الاله على الادنین مقتربی، یعنی خاندان رسالت که پیغمبرم فرمودن که یحفظ المرء فی ولده، احترام و کرامت شخص که از دنیا میره به اولادش منتقل میشه، ولی اینها خلاف کردن و نیمدن خاندان پیغمبرشون رو با اینکه پیمان بسته بودن که نصرت و یاری کنن، برعکس ظلم و اذیت کردن. ابدت رجال لنا نجوا صدورهم لما مضیت و حالت دونک تربو. حضرت صدیقه کبرا میفرمایند مردانی چند که اینا در واقع نمیشه تعبیر کرد ازشون مرد، چون مرد مردانگی باید داشته باشه، نه که اینایی که بیعت کردن با امیر المؤمنین روز غدیر و خمیجدهم ذلحجه سنه 10 هجرت که فاصلش 75 روزه، 3 ماه نشده فاصله، بیعت کردن بخن بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، اینو به حضرت میگن. ولی الان 3 ماه طول نکشیده پیغمبر از دنیا رفتن، میان اینجوری حق ما را میگیرن و منکر همه چیزها میشن. لذا حضرت صدیقه کبرا خطاب به پدرشون، اینا خطابها عرض کردم اینا خیلی دقیق رثاست و رثایی که درد دل از حضرت زهراست که از اون اول دومی ناامید شدن که اینا از دست از اذیت و ظلم بردارن و از مسلمان ها که یاری نکردن. لذا حضرت میفرمان ابدت رجال لنا نجوا صدورهم، اون چی که در دلشون پنهان کرده بودن و به فرمایش آقا امام زمان سلام الله علیه، اینا ذره ایمان نیورده بودن، اینا به همون قول اون کاهنه یهودیه که گفته بود شما اگر دنبال این پیغمبر رفتید به حکومت میرسید، اینا به خاطر این حکومت اومده بودن. لذا حضرت صدیقه کبرا به اون معنا اشاره میکنن ابدت رجال لنا، یا رسول الله بعضی از این صحابه‌ای که ادعای صحابه میکنن، اینها اون چه که در سینه شون از بغض و از بی ایمانی و بی دینی بوده، اینا ظاهر کردن. چه وقت؟ وقتی که شما از دست رفتید و از میان ما رخ بربستید و حالت دونکت ترابو و زیر خروارها خاک، چون معمولا انسان که خاک سپاری میشه، رضا حضرت میفرمایند یعنی اینا وقتی دیدن خاک شما را و جسم مبارک شما را پوشون، گرچه روح و اون چه که قرآن میفرماید لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، یا آیه کریمه دیگه ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون، که شهدا و سرآمد شهدا پیغمبر خدا و اهل بیتش هستن. اینها خاک سپاری که میشن بدنشون پوشش پیدا میکنه، اما اون روحشون، اون حضورشون هست. لذا حضرت صدیقه کبرا میخوان به این
معنا اشاره کنن که لما مضیت، وقتی یا رسول الله در گذشتی و خاک ها بدن مبارک شما را پوشون، اونا فرصت دیدن و مانند خفاش از تاریکی شب استفاده کردن. تجهمتنا رجال و استخف بنا لما فقدت و کل الارض مختصب. اینطور عرض میکنه صدیقه کبرا به پدرشون، بعد از تو یا رسول الله افرادی دیگر از ما روی برگردونده و ما را سبک نشون داده و میراثمون را از بین بردن و به سرقت بردن. تجهمتنا رجال و استخف بنا، ما را مورد سبکی و نعوذ بالله اهانت قرار دادن. وقتی که شما را از شما را دیگه نمی بینن و دلشون امنه که شما دیگه با اون جسم و چیزتون فعلا بر نمی گردید، گرچه پیغمبر خدا تو رجعت بر می گردن و همه چیز را اینها به یغما بردن و سرقت کردن. و کنت بدرا و نورا یستضاء به علیک ینزل من ذی العزة الکتب. اینطور عزم می کند که کنت بدرا یا رسول الله، شما ماه درخشان بودید و نوری که همه به شما، به نور شما روشن می شدیم. علیک ینزل من ذی العزة الکتب، کتاب آسمانی قرآن بر شما نازل می شد. و کان جبریل بالآیات یونسنا، جبرائیل بود که آیات قرآن را بر شما یا رسول الله نازل می کرد و ما را مونس می شد. فقد فقدت و کل الخیر محتجب. حالا که شما از دنیا رفتید و درگذشتید، کل الخیر محتجب، همه خیر دیگه اینها مانع شدن و جلوگیری کردن که به ما فقط شرشون و بدیشون و اذیتهاشون برسه. فلیت قبلک کان الموت صادفنا لما مضیت و حالت دونک الکتب. این واقعا این بیت شعر خیلی دلسوزه و دل را قطع قطع می کنه که حضرت می فرمند ای کاش ما قبل از این که شما یا رسول الله از دنیا برید ما رفته بودیم. چرا؟ این خودش خیلی درد دل بسیار بزرگیه و ناراحتی و اذیتی که از اونها شده داره به زبان میاره، که انسان چه وقت مرگ را تمنا میکنه؟ وقتی که فشار بسیار زیاده و راه چاره ای هم نیست. حضرت صدیقه کبرا خودشون به ما میفرمان که ایش وقت طلب مرگ نکنید. اما اینجا چرا خودشون طلب مرگ کنن؟ برای اینکه به دنیا برسونن اون شدت درد و ناراحتی و اون سوز دلی که حضرت صدیقه کبرا بر خدا، بر دین خدا و بر قرآن و بر اسلام و بر مردم جهان و جهانیان تا روز قیامت، اون درد دل و دلسوزی که برای همه دارن، ایناست که حضرت صدیقه کبرا میگه ای کاش مرده بودم قبل از اینکه شما یا رسول الله بمیرید و از دنیا برید. این کنایه است، نه اینکه در واقع مرگشون رو بخوان. پس این که مرگ خواستن در اینجا مساوی با رسوندن منتهای درد دل و سوز دلشون هست و همه دنیا بدونن که حضرت صدیقه کبرا از اونها ناراضیه و اذیت شده و ناراحته و حتی ناراحتیش به اون حده که میاد با پدرشون اینجور درد دل میکنن. انا رزینا بما لم یرزد و شجن من البریتی لا عجم ولا عرب. اینا بر ما کاری کردن و مصیبت و مشکلات و اون ویرات و حساب اون سختی هایی را بر ما وارد کردن که بر هیچ انسان مصیبت زده ای وارد نشده. من البریه، از مردم وارد نشده بر هیچ یک از مردم
لا عجم ولا عرب، نه بر مردم عرب نه بر مردم عجم این مصیبت ها و این سختی ها و این مشکلاتی که اینها برای ما پیش آوردن بر هیچ کس پیش نیامده، برای هیچ کس پیش نیامده و سر هیچ کس وارد نشده. و این خیلی صراحته که حضرت صدیقه کبرا از اینا ناراحته. باز این سخنها و این خطبه ادامه داره انشاءالله در جلسای بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.